شهوت و شهوترانی خطر جدی است تو جامعه ما. من دو سه تا حدیث براتون بخونم ببینید چقدر این خطر شهوت جدیه. خوب عنایت کنید، چهار تا حدیث میخونم. یک، الشهوات سموم قاتلات، شهوت سم کشنده است اگه ارضا نشه، اگه هدای ببینید. حالا من تو بحث راهکارها میگم که ازدواجم برای اطفاء شهوت نیست فقط، نه، اون آرامش، اون انس، اون با هم بودن، اون رها نبودن، اون هدفمند بودن. از شهوات و سموم قاتلات کشنده است. یه زنی از بنی عامر اومد تو بازار خرید کنه. خب حالا به هر حال خانوم ها اشکال نداره بازارم برنگاری و حجاب رعایت کنن، مواظب افراد ناپسند باشن. یه جوانی وقتی تو مشهد به من گفت آقا شما چرا اینقدر رو حجاب تاکید میکنید؟ به جوانا بگید نگاه نکنن، به اونا بگید چشمشون رو کور. گفتم ببین آقا، ما وقتی شیشه عطر و درش رو باز کردیم به هزار نفر نمیتونیم بگیم بو نکش، دو تا سه تا شاید رو بینیشون رو بگیرن، ولی بقیه در شیشه عطرمون رو میبندیم که بوی عطر متصاعد نشه. من که شما یه نفر رعایت کن، نه من به هزار تا جوون بگم نگاه نکن. درست خدام فرموده قل للمؤمنین یغضون، حالا توضیح میدم غض یعنی چی. اومد تو بازار یه جوونی افتاد دنبال این خانوم، هی دنبالش میره بلکه اینو طرف خدای جلب کنه. خانومم خب خانوم با کرامتی بود، محل نگذاشت به این جوان. رو یه تیغی برداشت چادر این رو، حالا عرب ها هم بیشتر چادرهای یعنی لباسهای بلند میپوشیدن که سر تا سر بدن رو میپوشون، اما گاهی مثلا زیرش ممکن بود لباس ساده ای باشه، لباس تو خونه باشه، لباس زیر باشه، ولی این عبا دیگه میپوشوند کامل. اومد یه تیغی کشید به این در واقع عبای این خانوم، این لباس بلند این خانوم. این رفت به اصطلاح طبیعتا چادر و این حجاب رفت کنار، زیر و بدنش پیدا شد. شروع کردن جوانا خندیدن و کف زدن و مسخره کردن این خانم. این خانم مال قبیله بنی عامر بود، اون جوان مال بنی کنانه بود. زنه فریاد زد کجا هستند غیرتمندای بنی عامر؟ عده‌ای آمدن وسط شمشیر به دست، عده‌ای هم از بنی کنانه افتادن به جون هم. تعداد این وسط کشته شدن، از جمله اون جوونی هم که تیغ کشید کشته شد. تعدادی صرفاً به خاطر یک هوسرانی یک جوان. نگاه کنید تفسیر نمونه، تفسیر مجمع البیان این قصه رو داره، به خاطر شهوترانی یک جوان. لذا شهوات سموم قاتلات. این یک. دو، لا تسکن الحکمت قلبا مع الشهوه، قلبی که شهوت حرام توش باشه حکمت توش نمیاد، شهوت با حکمت با هم جمع نمیشه. خدا رحمت کنه عاشق نبی عراقیو، من ایشونو ندیده بودم، قبرشون تو حرم حضرت معصوم است، ولی شاید قدیمی ترایی که اینجا هستن دیده بودن ایشون. خیلی مرد فاضلی بود، بزرگی بود، حتی تو این کتابهایی که راجع به ملاقات امام زمان نوشتن ارواح و نافدا، داستان یه ملاقاتی هم از ایشون با امام زمان نقل شده. ایشون گفته بود سه نفر تو این عالم تعبیر خواب مطلق میدونستن، یعنی هر خوابی رو تعبیر میکرد. یکی جناب دانیال نبی بود، یکی جناب یوسف بود، یکی هم گفته بود خود منم، من مطلق تر. خیلی به تعبیر خواب میگفتن مسلط بوده. حالا تعبیر خوابم بعضیا دکان باز میکنن بلد نیستن، لذا گفتن خوابتون رو برای هر کسی نقل نکنید، کسی وارد باشه، من خودم به تعبیر خواب وارد نیست، کسی هم تا میاد شروع کنه میگم آقا انشالله خیره، من بلد نیستم. چون خدا رحمت کنه مرحوم استاد مهدی روحانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم خیلی مسلط بود، به تعبیر خوابای عجیبی داشت ایشون. عرض میکنم که عاشق نبی عراقی گفته بود اتفاقا هر سه هم از راه غلبه بر شهوت به این مقام رسیدن. حضرت یوسف که قصهش معروفه،
چطور رسید به این مقام از زریخا فرار کرد؟ خود ایشون هم فرموده بود در اوائل طلبگیم یه شب یه خانم اومد دم حجره، گفت من امشب جا ندارم، به من جا بده. گفتم خانم برو مزاحم نشو، من مجردم، توی این اتاق تنهام، طلبه جوانی هستم، اونم یه زن جوان. قبول نکرد، رفت و دوباره برگشت. شب زمستانی سردی بود، برفم باریده بود. گفت اگه من امشب دست عرازل و اوباش بیفتم، تو پیش خدا مسئولی. اومدم بیرون گفتم خانمی اتاق مال شما تا صبح. من رفتم تا صبح تو برف ماندم، که ایشون گفته بود یک هفته من بیمار شدم و مریض شدید شدم. صبح اومدم گفتم خانم برو، خدا پدرتو بیامرز، ما که سرما رو خوردیم، ولی تو برو. گفته بود بعد از اون این علم خواب به من، تعبیر خواب، لا ببینید تسکنل حکمه، حکمت تو قلب شهوانی نمیاد. روایت سوم، زوال العقل بین دواع شهوت و القذب. دو چیز عقل رو از آدم میگیر، یکی شهوت، یکی غضب. زوال العقل، عقل زائل میشه بین دو چیز، یکی شهوت و یکی غضب. اینم روایت سوم. روایت چهارم فرمود طاعت و شهوت تفسد و دین. شهوت رانی آدم رو بیدین میکنه. بابا برسیسای عابد 70 ساله رو زمین زد، لذا مقدس اردبیلی گفتن با نامحرم خلوت کنی گناه میکنی، گفت پناه میبرم به خدا، اون مقدس و اون مقامش. لذا به حضرت نوح شیطان گفت چند جا من آتش بیار معرکم، یکی وقتی عصبانی میشی، یکی وقتی خلوت با نامحرم میکنی.